سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان، انشاءالله که همه سالم و سرحال باشید. امروز بحث آمار رو میخواییم با هم شروع کنیم. بحث آمار شروع میشه با یه سری تعاریف و مفاهیم اولیه که حالا برای بررسی های آماری ما بهش نیاز پیدا میکنیم. سعی من این هست که این تعاریف و مفاهیم رو مطابق کتاب براتون بگم، چون این تعاریف بالاخره ممکن ازش سوالهایی بعدا تو کنکور برخورد کنید. میخوام حتی الامکان عبارتها و اصطلاحها شبیه به کتاب باشه که برای بعدها در واقع بهتر هست و به مشکلی بر نخورید. اولا خود آمار تصویر اینکه آمار چی هست رو همتون دارید و میدونید که به چی میگیم آمار، اما حالا اگه بخوایم تعریف خاصی ازش ارائه کنیم، آمار رو معمولا به این صورت تعریف میکنن که علم جمع‌آوری، خلاصه سازی، تحلیل و استنباط از داده ها. ببینید ما توی آمار این مراحل رو داریم: جمع‌آوری، اول باید بریم یه سری اطلاعاتی رو جمع‌آوری کنیم، خلاصه سازی، ما اطلاعاتی که جمع‌آوری کردیم خب حجم خیلی زیادی معمولا میشه و بعد یه طوری به شکلی خلاصه سازی کرد. تحلیل یعنی ما رو اون خلاصه داده ها بتونیم مثلا یه سری بررسی های آماری انجام بدیم، میانگین بگیریم، مثلا فرض بفرمایید که واریانس بگیریم، حالا کارها و محاسبات آماری انجام بدیم، و در نهایت استنباط، یعنی حالا این محاسبه رو که انجام دادیم میخوایم چی کار کنیم، چه نتیجه بگیریم، نتیجه گیری کنیم. حالا ما در واقع تو این قسمت آمار میخوایم این قسمت ها، این گام ها رو با هم بررسی کنیم. من تعاریف آماری رو اونایش که حالا در واقع ضروری هست و تو کتابتون هم بهش اشاره شده سعی میکنم قدم به قدم براتون بگم. اولا واحد آماری، قدم اول واحد آماری. ببینید من سعی میکنم اول یک توضیح حالا خودمونی بهتون بگم که مفهوم براتون روشن بشه، بعد حالا اشاره میکنم به عبارت کتاب، چون ممکنه عبارت کتاب بدون که آدم مفهوم اصلی ماجرا رو بدونه خیلی درک درستی به آدم نده و پیچیده باشه. حالا به تعبیری واحد آماری یعنی مثلا فرض کنید شما اگر که توی مدرسه دارید یه آمارگیری انجام میدید، داری از دانش آموزا آمار میگیری، واحد آماری یعنی اون دانش آموزا. یا مثلا فرض بفرمایید که شما اگر دارید در مورد کتابهایی، مثلا کتابخونهای، مثلا کتابهایی که توی کتابخونه هست، یه آماری میگیری که هر کدوم توی چه زمینه‌هاییه، واحد آماری در واقع میشه کتاب. واحد آماری رو ببینید اینطوری تعریف کرده براتون: به هر یک از یا هر یک از افراد یا اشیاء که مورد بررسی آماری قرار میگیرند. پس ببین اگه ما مثلا فرض کنیم که رفتیم توی مدرسه آمارگیری کردیم در یک زمینه ای، دانش آموزان میشن واحدهای آماری. حالا این، یا اگه مثلا فرض بفرمایید که اگه ما در مورد روزهای سال، میزان بارندگی در روزهای سال مثلا رفتیم فرض بفرمایید که یه بررسی آماری انجام دادیم، اون روزها میشن واحدهای آماری. واحد آماری اون افراد یا اشیایی که مورد بررسی آماری قرار میگیرن. حالا اگر شما تمام واحدهای آماری رو بچینی کنار هم،
میدونید تشکیل جامعه آماری رو میده. ببینید جامعه آماری در واقع اون مجموعه مرجعیه که ما داریم توش بررسی آماری انجام میدیم. حالا مجموعه کل واحدهای آماری، این واحدهای آماری رو همه رو بذاری کنار هم میشه جامعه آماری. تعریف دیگه ای هم میتونیم برای جامعه آماری بدیم، این میشه مجموعه ای که بررسی آماری در آن انجام میشود. ببینید کتابتون این تعریف بالا رو گفته، اما تعریف پایین هم قبلا تو کتابا بود. شاید این یک دیده بهتری به ما بده. دوستان حتما عنایت دارن که بعداً یک سری به کتابتون بزنید. این تعاریفی که تو کتابتون معمولا همه‌رم با یه رنگی مشخص کرده، خودتون نگاه کنید با عبارات و اصطلاحات کتاب هم آشنا بشید. منتها مسئله‌ای که اینجا هست، بعضی وقتا جامعه آماری ما ممکنه خیلی بزرگ باشه و ما حالا به دلایل محدودیت‌هایی که وجود داره نتونیم بریم تمام جامعه آماری رو بررسی کنیم. بنابراین معمولا اینجا ما میریم یه زیر مجموعه ای از جامعه آماری رو بررسی میکنیم که معروف است به نمونه. یعنی ما میریم تو جامعه نمونه گیری میکنیم و اون رو نمونه بررسیمون رو انجام میدیم. پس ببین نمونه یا حالا نمونه آماری ممکنه مثلا جایی گفته بشه، میشه زیر مجموعه ای از جامعه آماری که بررسی آماری در آن انجام می شود. حالا این خودش مهمه که ما چطوری باید نمونه انتخاب کنیم. مثلا حالا ممکنه ما یه کاری، یه بررسی آماری بخوایم در سطح مدرسه انجام بدیم، اما چون دانش آموزا تعدادشون زیاده ما بخوایم بریم یک نمونه ای از دانش آموزا رو بگیریم، چگونه این نمونه گیری رو انجام بدیم؟ ببینید خود نمونه گیری خودش یه بحث مهمیه. مثلا فرض کنید که ما اگه بخوایم میانگین قد افراد رو حالا تو مدرسه اندازه بگیریم، اگه ما بریم نمونه‌ای که انتخاب می‌کنیم از بین بسکتبالیستای مدرسه باشه، مثلا میگن، خب ممکنه ما بررسیمون درست از آب در نیاد. باید ما نمونه گیریمون رو به گونه‌ای انجام بدیم که در واقع پخش شدنش توی مدرسه یا توی اون جامعه آماری مناسب باشه و نتیجه به واقعیت نزدیکی از آب در بیاد. کتابتون نمونه گیری رو اینطوری گفته: فرایند انتخاب نمونه از جامعه آماری به طوری که نتایج حاصل از بررسی آن قابل تعمیم به جامعه باشد. یعنی شما اگر نمونه گیری درستی انجام بدی و توی اون نمونه بری بررسی آماری انجام بدی، باید نتیجه‌ای که میگیری قابل تعمیم دادن به کل جامعه آماری باشه. شما اگه مثلا از مدرسه یه نمونه 20 نفره میگیری و میخوای بررسیتون رو تو اون 20 نفر انجام بدید، باید به گونه ای انتخاب شده باشن 20 نفر که بررسی شما قابل تعمیم به کل مدرسه باشه. حالا در واقع انواع شیوه های نمونه گیری رو من اینجا براتون انجام معرفی میکنم و توضیح میدم. انواع نمونه گیری، کتاب شما از انواع نمونه گیری های آماری موجود 4 تاش رو براتون معرفی کرده، منم به همین 4 شکل اکتفا میکنم. نمونه گیری اول تصادفی ساده، نوع دوم خوشه‌ای، نوع سوم رو بهش گفته طبقه‌ای،
یه همچین اسم گذاشته روش. و نوع چهارمو گفته سیستماتیک، حالا یا فارسیش میشه سامانمند، هر دوشو کتابتون اشاره کرده. چهار روش نمونه‌گیری رو اینجا برای شما بررسی کرده. ببینید تصادفی ساده یعنی این که شما مثلا فرض بفرمایید از بین 200 نفر دانش آموز مدرسه اگه میخوای 20 نفر انتخاب کنی، به طور تصادفی این 20 نفر رو انتخاب کنی، منتها باید به گونه باشه که همه شانس انتخاب شدنشون با هم برابر باشه. حالا اینکه از فرض کنید که از کلاس های مدرسه، مثلا الان که مدرسه مثلا دبیرستان 9 تا کلاس داره، اینکه این 20 نفر نمونه‌ای که شما انتخاب می‌کنی از کدوم کلاس ها باشه دیگه دست ما نیست، ما به طور تصادفی انتخاب کردیم. این اسمش میشه در واقع نمونه‌گیری تصادفی ساده. یه همچی تعریفی هم حالا براش کتابتون مطرح کرده، نوعی نمونه‌گیری که همه واحدهای آماری شانس انتخاب شدن برابر داشته باشند. ما نمیدونیم کی انتخاب میشه، از چه کلاسی انتخاب میشه، از هر کلاس چند تا انتخاب میشه، ولی خب همه میتونن انتخاب شن، همه شانسشون برابره. این تصادفی ساده. اما خوشه‌ای، خوشه‌ای ببینید یعنی این که شما مثلا توی دبیرستان 9 تا کلاس دارید، شما برید یکی از این خوشه ها مثلا یکی از کلاس ها رو انتخاب کنید، فرض بفرمایید که مثلا 11 الف، بعد برید تمام دانش آموزان 11 الف رو به عنوان نمونه بگیرید و روش بررسی انجام بدید. خوشه یعنی این، یعنی شما مثلا فرض کنید اون جامعه آماری شما یه سری حالا گروه ها که اینجا اسمش گذاشته خوشه تقسیم شده، شما یکی از اون خوشه ها رو انتخاب کنید و برید توی اون در واقع حالا به یه تعبیری سرشماری انجام بدید، یعنی همه در واقع اعضای اون خوشه رو بررسی کنید. البته حالا من اینجا اینو اضافه میکنم، کتابتون تعریف نکرده، من تعریفش رو براتون مینویسم چون به اسمش من اشاره کردم. نمونه و نمونه گیری براتون توضیح داده شد، اما ممکنه بعضی وقتا لازم داشته باشیم به یه دلیلی مناسب باشه که ما تو جامعه آماریمون بریم سرشماری انجام بدیم. اینم حالا با تعریفش آشنا بشید، اگرچه واضحه تعریف. سرشماری یعنی این که شما دیگه نمونه گیری نکنید، برید تمام جامعه آماری رو بررسی کنید. ببین این حالا تو ذهنتون باشه، بررسی همه جامعه آماری. ببینید اگه شما دقت کنید، تقریبا فکر میکنم الان شده هر 10 سال یک بار یه سرشماری عمومی در کل کشور انجام میدن، حالا از تمام افراد کشور، همه کسایی که زنده هستن در موقع آمارگیری مراجعه میکنن در خونه ها. خب یه پروژه خیلی بزرگ و زمانبر و پرهزینه، ولی خب 10 سال یه بار این کار انجام میدن. ببینید حالا اینجا چون به اسمش اشاره کردم، بد نیست اینم بدونید، اینم بد نیست بدونید، من اینجا براتون مینویسم. سرشماری خب مسلماً دقیق ترین نتیجه آماری رو همیشه به شما میده، اما گاهی با یه مشکلاتی هم بالاخره ما باش روبرو هستیم تو سرشماری. من به این مشکلات سرشماری هم اشاره میکنم، اینو دیگه تو کتابتون نداره ولی از جهت دید دادن بهتون بد نیست. ببینید چه مشکلی داره. خب ببین اگه ما مثلا فرض کنید بریم توی بررسی آماری سرشماری انجام بدیم، مسلماً خیلی نتیجه‌مون دقیق تره. اگه میشد این کارو بکنیم خب خیلی خوب بود، ولی خب با این مشکل ما در واقع مواجه هستیم. وقت زیاد، خیلی زمانبر هست، هزینه زیاد میبره،
اگه جامعه آماریمون بزرگ باشه خب مسلما خیلی هزینه میبره، شما باید برید کل کشور آمار بگیرید یا کل تهران رو برید آمار بگیرید. غیر از وقت و هزینه، در دسترس نبودن همه واحدهای آماری. ببینید تو بعضی بررسی‌های آماری همه اعضای اون جامعه آماری در دسترس نیستن. مثلا شما یه تحقیقی راجع به مثلا ماهی‌های قزل‌آلای خلیج فارس می‌خوای بکنی، خب الان اینا کجان که بخوای بری سرشماری کنی؟ اونا دسترسی نداری بهشون. یه مشکل دیگه که گاهی تو سرشماری ممکنه باش مواجه باشیم، از بین رفتن واحدهای آماری هین بررسی. مثلا فرض کنید شما میخوای مقاومت و میزان حالا در واقع تحمل لامپ های یک کارخونه رو نسبت به ولتاژ الکتریسیته بررسی کنی، ببینی این لامپ هایی که این کارخونه داره تولید میکنه تا چه ولتاژی مقاومت میکنن. خب شما اینجا معمولا میری نمونه میگیری، انقدر ولتاژ رو میبری بالا تا این لامپ ها ببینی تا کجا تحمل میکنه بعد میسوزه. خب شما نمیتونی اینجا سرشماری انجام بدی، چون سرشماری تو این بررسی یعنی که کل تولیدات اون کارخونه رو بعد بررسی کنیم همش میسوزه. بنابراین گاهی ما مجبوریم بریم مثلا نمونه گیری کنیم. به هر حال سرشماری خوبه ولی این مشکلات رو هم داره. سرشماری معمولا گاهی وقتی خیلی بررسی مهمی داشته باشیم انجام میدیم و همه این مشکلات رو هم میپذیریم، مثل این سرشماری نفوس و مسکن که حالا هر 10 سال یه بار انجام میشه. اگه جامعه آماریمون کوچیک باشه باز مسلما سرشماری میتونه روش خوبی باشه. اما حالا خوشه ای طبق اون چیزی که خدمتتون گفتم میشه انتخاب یک، حالا اصطلاح کتابتون گفته انتخاب یک گروه، حالا یا اسمشو گذاشته خوشه، در جامعه آماری و بررسی همه اعضای آن. همونطور که گفتم مثلا شما برای یه بررسی آماری میای توی مدرسه توی دبیرستان یه کلاس رو انتخاب میکنی، تو اون کلاس دیگه میری سرشماری میکنی، یعنی تمام اعضای کلاس رو باید بررسی کنی. طبقه ای یعنی این که شما دوباره دبیرستان رو با 9 کلاسش رو در نظر بگیرید، شما بیایید توی هر کدوم از این 9 کلاس، البته حالا توی طبقه ای کتابتون اشاره کرده گفته که طبقه ها مثل هم باشن، یعنی تعداد اعضاشون اندازشون مثل هم باشه. حالا فرض کنید تو دبیرستان همه کلاس ها تعداد اعضا و دانش آموزا برابر باشه. البته دقت کنید تو علم آمار ما انقدر خطکشی دقیق و سفت و سخت مثل ریاضی نداریم، یعنی مثلا تو ریاضی وقتی میگیم دو تا مجموعه برابرن یعنی باید حتما برابر باشن، تعداد اعضا یکسان باشه، نمیدونم، خیلی تعاریف دقیقه. اما تو آمار وقتی میگه این طبقه ها مثل هم باشن دلیل نداره حتما همه کلاس ها 24 نفر باشن. اگه یه کلاس 24 تا بود یکی 26 تا بود تقریبی با هم یکسان بودن مشکلی پیش نمیاد. به هر حال نمونه گیری طبقه یعنی که شما برید توی هر کدوم از این 9 طبقه موجود در دبیرستان روزبه، تو هر طبقه یه گروه مثلا فرض کنید که یه نمونه تصادفی انتخاب کنی و بررسی کنی. مثلا فرض کن شما میری تو این 9 کلاس از هر کلاس تصادفاً 3 نفر انتخاب میکنی، این میشه نمونه گیری طبقه ای که حالا کتاب شما یه همچین عبارت هایی به کار برده. تقسیم جامعه به گروه ها که اینجا بهش گفته طبقات یکسان و انتخاب تصادفی نمونه ها از هر طبقه. مجددا تکرار میکنم، یعنی شما توی 9 تا کلاس دبیرستان روزبه که تقریبا میپذیریم
مثل هم هستن، تعدادشون برابره، از هر کلاسی حالا دو نفر سه نفر رو به طور تصادفی انتخاب کنیم. اما سیستماتیک یا سامانمند یعنی تقریبا مثل همون بالا یه سری طبقات و گروه های یکسانی داشته باشی، بعد بری تو این گروه ها، از هر گروه با یه شکل یکسان و با یه نظام یکسانی تعدادی انتخاب کنی. یعنی مثلا فرض کنید ما میایم میگیم که توی 9 تا کلاس دبیرستان تمام دانش آموزانی که شماره لیستشون مزرب 6 هست انتخاب میشن. خب الان اینجا اصلا میتونی بسپاری کامپیوتر برات این انتخاب رو انجام بده، چون سیستماتیک هست در واقع، یه الگوریتمی داره. سیستماتیک یعنی این که شما گروه ها و طبقات یکسانی در جامعه ایجاد کنی و بعد توی هر گروهی با یک نظم یکسان و با یک سیستم در واقع نظام یکسان تعدادی رو انتخاب کنی. حالا کتاب شما اینطوری گفته تقسیم، حالا تقریبا مثل بالایی میشه قسمت اولش، تقسیم جامعه به طبقات یکسان و انتخاب نمونه ها از هر طبقه با روش یکسان. یعنی همونطور که اشاره کردم، مثلا شما بری بگی مزربای شماره لیست مزرب مثلا 7 هر کلاس رو انتخاب کرد. به هر حال اینا همه روش های نمونه گیری هن. فقط اینم واضح هست که ممکنه تو پروژه و اون بررسی آماری که ما داریم انجام میدیم باید بشینیم تعیین کنیم، ممکنه هر کدوم از اینا برای یه نوع بررسی آماری مناسب باشه، باید به پروژه‌مون نگاه کنیم، به اون بررسیمون نگاه کنیم. ممکنه برای بعضی پروژه ها تصادفی ساده خوب باشه ولی برای بعضی خوب نباشه. مثلا شما دقت کنید، اگه ما بخوایم نوع در واقع گذروندن اوقات فراغت دانش آموزا رو آمارگیری کنیم و یا در واقع نتیجه گیری کنیم، شاید روش خوشه‌ای خوب نباشه، چون شما یه دفعه میایی میری خوشه‌ای، میایی مثلا 12 الف رو انتخاب میکنی، میخوایی بری ببینی این 12 الف چطوری اوقات فراغتش رو میگذرونه. خب ببین، دانش آموز نهم یه جوری اوقات فراغت میگذرونه، دانش آموز 11 یه جوری. این مناسب نیست که ما بریم مثلا توی یه کلاس مثلا این بررسی رو انجام بدیم و بعد تعمیمش بدیم به کل جامعه. پس شما به اون نوع پروژه و هدف و در واقع اون بررسی آماری که میخوای انجام بدی نگاه کن و بعد ببین که کدوم یکی از اینا مناسبه. ممکنه بعضیش مناسب باشه، ممکنه بعضیش مناسب نباشه. خب این در واقع یه سری مفاهیم اولیه از بحث نمونه گیری هست. اما کتاب شما باز همینجا چند تا تعریف دیگه مطرح کرده که من بهش اشاره میکنم. واژه نمونه گیری احتمالی رو معرفی کرده. نمونه گیری احتمالی، نمونه گیری احتمالی معناش اینه که ما در واقع اون نمونه‌ای که انتخاب می‌کنیم، هر کدوم از اون انتخاب واحدهای آماری که تو نمونه در واقع ما داریم انتخاب می‌کنیم، یه احتمالی داره انتخابش. مثلا فرض کنید شکل خیلی سادهش اینه که مثلا توی کلاس 20 نفره ما میتونیم هر کدوم از دانش آموزا رو انتخاب کنیم و بعد احتمال انتخاب هر کدوم هم 1/20. این معلومه. اما خب این میشه همین تصادفی ساده‌ای که این بالا نوشتم. به هر حال احتمال و شانس انتخاب شدن همه اعضا برابره. اما ممکنه یه وقت نمونه گیری احتمالیمون تصادفی ساده نباشه. ممکنه شانس انتخاب همه اعضا با هم برابر نباشه. حالا به دلایلی
مثلا فرض کنید که هرچی سنشون بیشتر باشه نوع پروژمون به شکلی باشه که هرچی سن بیشتر باشه پایه بالاتر باشه شانس انتخاب شدن هم بیشتر باشه. شما مثلا اینو دیدید دیگه، مثلا تو این تبلیغات بانک ها مثلا اونجایی که قرعه کشی میکنن اونایی که مثلا حساب پرتری دارن شانس انتخابشون برای بیشتر و بزرگتر هست. ممکنه به یه دلیلی حالا بعضی شانس بیشتری برای انتخاب شدن داشته باشن. اینجا گفته نوعی نمونه‌گیری که همه واحدهای آماری شانس انتخاب معلومی داشته باشند. اما یه تقسیم بندی دیگه هم داره این قسمت، اوریب نا اوریب، نمونه گیری اوریب، نمونه گیری نا اوریب. نمونه گیری اوریب و نا اوریب یعنی چی؟ ببینید نمونه گیری اوریب یعنی ما در واقع نمونه ای که انتخاب میکنیم به یه سمتی که حالا مثلا شاید مورد نظر خودمونه انحراف پیدا کنه. ببین اینو حتما برخورد کردی تو مسائل ورزشی، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی. بعضی گروه ها میخوان یه آمارگیری در یه زمینه ای انجام بدن، میرن یه طوری نمونه میگیرن که نتیجه مورد نظر خودشون از تو دلش در بیاد. اینو حتما دیدید، خیلی مثلا زیاد دیده میشه. این میشه نمونه گیری اوریب. نمونه گیری اوریب یعنی هدایت کردن اون نمونه های مورد بررسی به یه سمتی، حالا سمت خاصی. خب طبیعتاً ما باید یه کاری کنیم که اگه میخوایم در واقع نمونه گیریمون خوب باشه و به یه سمتی هدایت نشه، باید بریم دقت کنیم که اوریب در نیاد و بشه مثلا منابع تولید اوریبی رو شناسایی کنیم و از اون جلوگیری کنیم. حالا کتاب شما، من سعی میکنم با همین اصطلاح کتاب براتون تعریف کنم، چون برای میگم این اصطلاح باید شبیه به عبارت کتاب باشه که بعدا تو کنکور براتون آشنا باشه. اوریب رو اینطوری تعریف کرده: فاصله گرفتن نمونه گیری به سمتی خاص، هدایت کنیم نظرات و در واقع بررسی آماری رو به یه سمت خاصی. ناوریب یعنی شناسایی منابع اوریبی و جلوگیری از آن. یعنی باید به هر حال ببینیم که چطور. البته خب ببینید اینایی که میرن مثلا نمونه گیری اوریب انجام میدن شاید منافعی توش هست، یعنی مثلا یه گروه هایی هستن میخوان به یه نتیجهی برسن، بگن که همه جامعه مثلا نظرشون این هست، به شکلی هدایت میکنن، اوریب میکنن نمونه گیری رو که منافع خودشون برآورده بشه. حالا به هر حال دیگه باید ببینیم که کدومی که از اینا بیشتر به درد ما میخوره. دو تا عبارت اینجا تعریف کرده کتابتون، حالا من فقط براتون مینویسم که در واقع همه حرفای کتاب رو براتون گفته باشم. این خیلی واضح و ساده و معمول هست. ببینیم آمارگیری و آمارگیر رو کتابتون تعریف کرده، حالا اینجا حتی دورش هایلایت کرده. آمارگیری میشه گردآوری داده ها به یکی از روش های ممکن. آمارگیر کسی که آمار میگیرد. واقعا اینجا علم غیب به کار برده، آمارگیری و اینم آمارگیر واقعا. اما خدمتتون عرض شود که روش های مثلا حالا
ما مثلا فرض کنید میخواییم بریم یه بررسی آماری انجام بدیم، یه مثلا نمونه انتخاب کنیم، بررسی انجام بدیم، به چه روش هایی میتونیم این کار انجام بدیم؟ روش های نمونه گیری. کتاب شما یه همچین به اصطلاح تقسیم بندی هم داره که اتفاقا خوبه، چون حتما شما تو این پروژه هایی که مثلا میخواین انجام بدید به یکی از این روش ها باید انجام بدیم. ببینید، روش های گردآوری یا جمع‌آوری داده ها، شما اگه بخواید برای یه بررسی آماری برید داده هایی رو گردآوری کنید، به چه روش هایی باید این کار انجام بدید؟ معمولا 5 روش استاندارد برای این تعریف میکنن. یکیش پرسش نامه، یعنی شما برید یک پرسش نامه ای طراحی کنید بین یه افراد، یا نمونه یا به شکل سرشماری توضیح کنید، بدید پر کنن، الان دیتا هاتون اینجا جمع آوری میشه. یکی مصاحبه است. تو روش مصاحبه شما خودت یه پرسشنامه‌ای داری، میری تک تک به افراد مراجعه میکنی، سوالات رو میپرسی و بعد حالا اطلاعات تو جمع آوری میکنی. یکی مشاهده و ثبت وقایع. مثلا میخوای ببینی که توی این خیابون یک طرفه در روز چند تخلف در واقع ورود ممنوع انجام میشه. خب یه راهش اینه که بری بشینی اونجا نگاه کنی دیگه، مثلا یه صبح تا ظهر یه مدت زمانی وایسی مشاهده کنی، ثبت کن. این میشه مشاهده و ثبت وقایع. یه روش آزمایش هست. ببین مثلا شما فرض کن میخوای ببینی قد و وزن دانش آموزا چطوریه، خب باید بری قدشون رو اندازه بگیری دیگه، میشه آزمایش. اما یه روش هم استفاده از داده های موجود هست. یه سری بررسی آماری هستش که دیتا ها و داده هاش از قبل هست توی پایگاه داده هایی. حالا اینجا اسمش هم کتاب گذاشته دادگان، یعنی شما مثلا یه دیتابیسی رو بری مراجعه کنی، از اطلاعاتش حالا کارتو انجام میدی. مثلا فرض کنید شما اگه بخوای میزان بارندگی در سالهای قبل رو بررسی کنی، خب اینا دیتا هاش معلومه، یعنی میتونی بری یه جایی به هر حال پیدا کنی. این پروژه هایی که شما قرار انجام بدید هر کدوم به یکی از این روش ها انجام میشه. حالا دیگه باید ببینیم نوع پروژه، نوع بررسی آماری به کدوم یکی از اینا میخوره. فقط این که اینو حالا چون کتابتون نداره، من شفاهن خدمتتون میگم، توی اون پرسشنامه یا مصاحبه که قراره یه پرسشنامه ای طراحی بشه یا یه سری مجموعه سوالهایی برای مصاحبه آماده بشه و بعد از افراد پرسیده بشه، اینم خودش یه ملاحظاتی رو داره. اولا اینکه ما تمام اطلاعات موجود رو، اون اطلاعاتی که قراره از مردم، از اون جامعه آماری یا اون نمونه در واقع جمع آوری کنیم، حتما همه رو یادمون باشه آماده کنیم، حتما رو بگنجونیم، در واقع پرسشنامه‌مون جامع باشه. ضمناً باید سعی کنیم سوالایی که ربطی به ماجرا نداره نپرسیم. ببین اگه ما یه پرسشنامه‌ای توضیح کنیم توش سوالاتی مطرح بشه بی ربط و اون نمونه ما، مجموع افرادی که دارن پرسشنامه رو پر میکنن، احساس کنن که دارن یه پرسش های جواب میدن که به هیچ دردی نمیخوره، ممکنه درست جواب ندن. حالا منظور این که توی طراحی پرسشنامه هم باید این مسائل رو مورد بررسی قرار بدیم. اما خدمتتون عرض شود که یه تعاریف دیگه ای رو اینجا خدمتون عرض میکنم که خیلی اتفاقا کاربردیه برای کار شما. متغیر. اینو فکر میکنم پارسال توی ریاضی 2 به یه مقنالا با یه حتی حدی باش آشنا شدید، من یادآوری و تکمیلش میکنم. متغیر در واقع اون موضوعیه که شما داری بررسی آماری روش انجام میدی. کتاب شما البته اینطوری گفته، من هر دو تا تعریف رو براتون اینجا میگم. کتاب گفته ویژگی
از هر ویژگی از اشخاص یا اشیا که قرار بررسی بشه. هر ویژگی از اشخاص یا اشیا که مورد بررسی قرار میگیرد. تعریف دیگه که میتونیم برای این بگیم موضوع مورد بررسی. مثلا فرض کنید قد دانش آموز. خوب الان متغیر ما قد دانش آموز است. مثلا فرض کنید که میزان بارندگی. مثلا فرض کنید که گروه خون. اینا همه میتونن متغیرهایی باشن که به هر حال هر کدوم یه ویژگی داره بررسی میشه. متغیرها، انواع متغیر، متغیرهای کمیان یا کیفی. کمی یعنی این که عددی هن. ببین بعضی متغیرها عددی هستن، مثل قد و میزان بارندگی و نمیدونم حالا هرچی. اما بعضی ها کیفی هن. همه متغیرها کمی نیستن دیگه. ببین بعضی ها کیفی هن. مثلا اینجا ببین گروه خون کیفیه، یا مثلا غذاهایی که بچه ها دوست دارن، تفریحایی که توی مثلا اوقات فراغت انجام میدن، اینا کیفی هن. کیفی معمولا از جنس نوع یا دسته هستن. ببینید کمی ها خودشون یه تقسیم بندی دارن، یا پیوستن یا گسسته. پیوسته یعنی این که هر عدد حقیقی، البته در یک بازه معلوم، میتونن باشن. ببین پیوسته یعنی که هر عدد حقیقی توی بازه معلوم میتونن باشن. البته باز من اینجا میگم، ما این که میگیم هر عدد حقیقی در یک بازه معلوم، یعنی ببینین متغیرهای کمی نمیتونن از منهای بی‌نهایت تا بی‌نهایت باشن، ممکنه یه بازه تعریف داشته باشن. مثلا فرض کنید قد افراد بالاخره از یه مینیمم قد تا یه ماکسیمم قد میتونه باشه و هر عددی هم میتونه باشه. اینم مثلا بدونید، مثلا فرض کنید معدل. به معدل شما یه کمیت پیوسته است. نگید که چرا مثلا هر عدد حقیقی که نمیدونه باشه معدل. ببینید باز من تأکید میکنم تعاریف توی آمار خیلی تعاریف خط کشی شده نیست مثل ریاضی. وقتی ما میگیم معدل، مثلا فرض کنید معدل از یه 0 تا 20 شما در نظر بگیرید، هر عدد حقیقی به معنی آر نمیشه، ولی مثلا میتونه نمره یا معدل مثلا بشه مثلا 19.25، 19.14، 19.36. اینم میگیرن پیوسته، یعنی با یه تقریبی اینم میتونیم کمیت پیوسته حساب کنیم. اما گسسته، برای اینکه تفاوت واضحش با پیوسته بدونید چیه، این از جنس تعداده. ببینید از جنس تعداد، هر متغیری که از جنس تعداد باشه بهش میگن گسسته. مثلا فرض کنید که تعداد بیماران یه بیمارستان، یا مثلا تعداد روزهای بارانی. هر متغیر کمی اگه از جنس تعداد باشه میشه گسسته، اگه از جنس تعداد نباشه یعنی حتما میشه پیوسته، ولو این که مثلا همه عددهای حقیقی به معنی آر نشه. مثلا معمولا معدل و نمره رو هم حتی پیوسته میگیرن، اگرچه هر عدد حقیقی در نمیاد. اما متغیرهای کیفی هم دو نوع دارند. متغیرهای کیفی رو هم معمولا به دو دسته تقسیم میکنن که من خدمتتون عرض میکنم اینجا. کیفی یا ترتیبی هست یا اسمی. ترتیبی این در واقع یه سلسله مراتب داره. یعنی چی؟ یعنی ایجا شروع میشه
یه مرتبه رو طی میکنه، بعد میشه مرتبه بعد، بعد دوباره میشه مرتبه بعد. این در واقع متغیرهای کیفی ترتیبی اینطوری هن. ببینید سه تا مثال خیلی متداول داره که حالا من این سه تا مثال رو مثلا بخوام براتون بگم. مثلا فرض کنید که درجات نظامی، ببینید درجات نظامی از سرباز صفر که میره بالا، مثلا حالا گروهبان میشه، بعد مثلا صدفان میشه، بعد مثلا فرض کنید سرگرد و سرهنگ و سرتیپ و اینا، بالاخره یه سلسله مراتبی طی میکنه. درجات نظامی مثال خیلی خوبیه. مراحل عمر، حالا از وقتی به دنیا میاد کودک و نوجوان میشه، جوان میشه، اینم یه سلسله مراتبه. یه مثال سوم دیگه مراحل و درجه تحصیلیه، میزان تحصیلات هی تکمیل میشه دیگه، از یه مرحله تکمیل میشه میره مرتبه بعدی. این سه تا مثال خیلی واضح و موجود هست از ترتیبی. اسمی هم در واقع یه نوع کمیت، یه نوع متغیر کیفی هست که خاصیت ترتیبی نداشته باشه، همون نوع و گروه و دسته باشه دیگه. در واقع میشه از جنس نوع یا گروهی که ترتیبی نباشد. مثالهای خیلی بارزش مثلا فرض کنید که گروه خون، مثل ورزش های مورد علاقه و هر چیز. این مثلا تو گروه خون، درسته ما 4 تا گروه خون داریم، ولی اینطور نیست که یه نفر از یه گروهی مثل اون ترتیبی بره گروه بعد. ببین چند تا دسته هستن، هر کسی تو یکی از این دسته هست، اینا میشن کیفی اسمی. حالا نگاه کنید، دو تا عبارت دیگه هم اینجا من براتون تعریف میکنم، پارامتر یا بعضی وقتا میگن پارامتر جامعه، آماره که البته اینجا بهش آماره نمونه میگن، پارامتر جامعه یا پارامتر خالی، بعضی وقتا میگن آماره یا آماره نمونه. واژه آمارم استاتیستیکس هست، حالا اینو تو کتاب نوشته تو زیر نویس اگه وقت جایی برخورد کردید. ببینید شما از ریاضی و جبر یادتون هست پارامتر یه در واقع نماینده‌ای از عدد معلومه. حالا پارامتر یا پارامتر جامعه یعنی یک ویژگی در جامعه آماری که حالا البته اینم حالا من اضافه میکنم توصیف کننده جنبه خاصی از جامعه باشه. مثلا فرض کنید که ما میخوایم اینجا درصد ورزش، درصد علاقمندان به فوتبال، چند درصد مثلا علاقمند به فوتبالن؟ خب ببین این یه ویژگیه دیگه، درصد علاقمندان به فوتبال یه ویژگی از جامعه است که ما خودمون تعریف کردیم. اگه بخوای این پارامتر جامعه رو درارید، این نکته مهم اینه، ببین بعد برید تو کل جامعه آماری بررسی کنی، بعد برید کل جامعه آماری رو سرشماری کنی، بعد ببینی چند درصدشون علاقمند به فوتبالن، یا مثلا حالا هر چیزی دیگه، هر موردی رو ممکنه شما مثلا فرض کنید میخوای ببینی که توی دبیرستان روزبه، وقتی جامعه آماری دبیرستان روزبه، میخوای ببینی چند درصد بچه ها مثلا موبایل دارن، خب باید بری تو کل دبیرستان روزبه سرشماری کنی، پارامتر جامعت میشه در واقع دارندگان موبایل در حالا دبیرستان روزبه. اما آماره نمونه همون پارامتر جامعه رو در نظر بگیرید
ما اون ویژگی رو تو جامعه آماری نمیریم بررسی کنیم، همون ویژگی رو میریم توی یه نمونه بررسی میکنیم. یعنی شما نرو از کل دانش آموزهای روزبه بپرس که موبایل دارید یا نه، یه گروه و یک جامعه، یک نمونه، مثلا یه نمونه 20 تایی رو برو ازشون سوال کن چند درصد مثلا از این 20 نفر موبایل دارن. در واقع همون ویژگی است، منتها به جای اینکه برید توی جامعه آماری بررسی کنی، میای توی یه گروه و توی یه نمونه اون بررسی رو انجام میدی. مسلما اگه شما موضوع مورد بررسیت رو برید تو کل جامعه آماری بررسی کنی، یعنی در واقع پارامتر جامعه رو داری، این دیگه دقیقه. اما اگر همون ویژگی رو برید توی یه نمونه بررسی کنی، خب این با تقریب میتونی بگی درسته. اب نداره، بعضی وقتا ما به دلایلی همون آماره نمونه برامون کافیه. این در واقع همان ویژگی عددی اگر در یک نمونه آماری به دست بیاید، مثلا همون درصد علاقمندان به فوتبال در یک نمونه، ما میریم مثلا کل مدرسه روزبه 200 نفر، حالا 200 و اندی نفر، همه رو میپرسیم، بعد به این نتیجه میرسیم که مثلا 26 درصد علاقمند به فوتبالن. این الان میشه پارامتر جامعه. اما نه، ما میریم از این دبیرستان روزبه 20 نفر رو انتخاب میکنیم، میشه یه نمونه. بعد حالا میریم تو این 20 نفر میپرسیم چند درصد علاقمند به فوتبالن. مسلماً اگه نمونمون خوب انتخاب شده باشه، این آماره نمونه‌ای که ما در واقع به دست میاریم باید تا حد قابل قبولی نزدیک باشه به واقعیت. اما اگر خوب انتخاب نشده باشه نمونمون، ممکنه این از اون در واقع جامعه ما فاصله داشته باشه. این دیگه به نوع نمونه‌گیری ما برمیگرده. و آخرین تعریف تو این قسمت این هست که فرایند، این همه کارهای آمار رو ما انجام میدیم دوستان، همه بررسی آماری رو انجام میدیم برای اینکه به یه استنباط، به یه تحلیل، به یه استنباطی برسیم، یه نتیجه بگیریم، یه راه حلی ارائه بدیم. حالا هر کاری که میخوایم، هر هدفی که داریم، میخوایم بالاخره آخرش به چیزی برسیم دیگه. ببینین فرایند نتیجه گیری بر اساس نمونه را آمار استنباطی میگویند. آمار استنباطی یعنی اینکه شما بری همه بررسی ها را انجام بدی، آخرش بری نتیجه گیری بکنیم. یادتون باشه شما هر بررسی آماری که میکنید بعد آخرش به نتیجه برسید، به یه استنباط برسید، به یه راه حل برسید، به یه پیشنهاد برسید. اون وقت میتونید بدید که اون بررسی به آماری و پروژهتون یه پروژه مفید و قابل استفاده ای بوده. این در واقع حالا یه مقداری از تعاریف آماری بود. حالا انشاءالله در قسمت بعد ما این بحث رو ادامه میدیم. خسته نباشید.